عزیزم سیزده به در خونت میری بیرون در میری. میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه رجوع بکنی به وطنت. سیزده واسه ما نحسه ها، واسه ما مسلمان ها نخه، برای ما ایرانی ها به اسلام ربطی نداره، ما ایرانی ها سیزده نست. آقاش ایرانی ها فقط نیستن، شما خبر نهید تو اروپا هم شماره صندلی ها به 12 که مثل میپر رو 14. آره همینه، مسیحی ها، اروپایی ها نخه، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوتای ما نحس دلیل هم واسهش داریم، برای اونها مقدس جالب، برای یهودی ها و فراماسون. چرا سیزده واسه من تو نحسه؟ عرض میکنم واسه استدلال میکنم، دلیل میارم به کتاب استر از دفاتر تلمود، کتاب خود یهودی ها. اینجا هم عرض میکنم خدمتونا، ما صهیونیست ها و یهودی ها رو حسابشون از کلیمیان ایران جدا میدونیم. خیلی از اینها اصلا زمانی که اسرائیل این جنایت رو به بار آورد نمایندهشون تو مجلس اعتراض کرد. این که داریم میگیم صهیونیست ها مد نظر. در زمان پادشاهی به اسم خشایارشا پادشاه تو عید نوروز جشن میگرفته، ما هم الان میگیم جشن میگیره، یه جشنی برگزار میکنه. خشایارشا میخواسته به یونان هم حمله کنه، یه همسری داشته به اسم وشتی، بانوی ایران مخالف بوده، میگفته چه دلیلی داره ما حمله کنیم به یونان؟ ما 127 ایالت زیر نظرمونه، یکی از این ایالت ها مصر بوده. میخوام عظمت امپراتوری هخامنشی ایرانی رو بگم، 127 قبول نمیکنه. یه مشاور یهودی داشته آقای خشایارشا به اسم مردخای. مردخای بهش میگه ببین این داره مخالفت میکنه. یهودی ها شدیداً موافق این بودن که امپراتوری ایرانی امپراتوری یونانی رو از بین ببره. چرا؟ بخواد به یونان حمله کنه، رومیا رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دشمنی قدیمی با هم دارن. من انسانهایی رو ندیدم به اندازه اختلاف بین یهودی ها و اروپایی ها و بعدها اروپا یهودی ها مسیحی ها بینشون اختلاف وجود داشته باشه. همین الان هم هست. تو فرانسه الان به ژویف یعنی یهودی میگن فیوش، برعکس میگن، یعنی میخوان سرنگون ببیننش. متنفرن. مسئله تحت عنوان آنتی سمیتیزم، یهود ستیزه اصلا همین. برگردیم سر ماجرا خودم. گفت آقا این مخالفت کرد، پس برده سم یه چیزی میریزه تو قضا، تو رو کلت میکنه، بچه خودشو به سر خودشو بگو شاه میکنه. مشروب خورد، آقای خشایارشا و وشتی رو خلق کرد. توی یه جای دیگه تو داستان ها اومده خشایارشا از وشتی خواست برهنه در مقابل تمام سرداران سپاه راه بره. وشتی نپذیرفت. یکی از دلایلی که اصلا ایرانی ها مسلمان شدن شباهت های بسیار زیاد آیین زرتشتی با دین اسلام بود. وگرنه اگه به شمشیر میخواست مسلمان بشه قبلشون اسکندر حمله کرده، مغول هم مغول یارو مغول حمله میکنه اینجا میخواد بره بیا مسلمان بشه.
اسکندر میاد ایران داشته باشه، داره میره بیرون لباس ایرانی تنش میکنه، دشتی خلق میشه، حالا شاه میتونه عذب بمونه، اونم شاه 127 امپراتوری زیر نظرش. مردخای یه پیشنهاد میده، میگه میریم زیباترین دختران از کل ایالتهای ایران، ایران بزرگ جمع میکنیم، میاریم هر کدوم پسندیدی تو، نه خدا خواست. آقا میرن چندین ماه طول میکشه که نهایت اتفاق یک سال بعد تو نوروز دوباره میاد. میارن و این مردخای ملعون دختر داداش خودش به اسم هاداسا میاره، میذاره قاطی کاندیداها، اسمش هم عوض میکنه، میذاره استر، به خاطر اینکه هاداسا تابو اسمیه، استر اسم ایرانیه، استر میشه چی؟ ستاره، استار. میدونی که زبان فارسی و زبان لاتین ریشه واحد دارن، زبان آریایی یا هندو اروپایی، هندو اروپایی هم نگینا، به این زبان آریایی. قاطی کاندیدا میکنه، یکی از این خواجه های حرم خشایارشا یهودیه، ترتیب اتخاذ میکنه که این استر خانم شبا میرفته از پشت پرده برای خشایارشا داستان تعریف میکنه، این برنامه هر شب خشایارشا قبل خواب بوده، عمدن داستانه عاشقانه تری. آقا شرطی میشه نسبت به این صدا خشایارشا، تا میاد تا صداش در میاد میگه همین، حالا با هر کلک و هر چیزی هست. آقا یهودی تو ایران چیکار میکنه؟ عرض میکنم خدمتتون، یهودی تو کنعان بودن، بخت و نصر حمله کرد، اینا رو آواره کرد، کوروش که به امپراتوری رسید دوباره رفت به طول مقدس آزاد کرد، معبد سلیمان گفت دوباره بسازید، هیچ ایرادی نداره بسازید، شما خدای یکتا رو بپرستید، ما هم خدای یکتا رو، آدم باکلاس. 2500 سال پیش، الانش گیر نمیاد، 2500 سال پیش همچه حرفی میزنه، از با اینا رو آواره کرده بخت و نصر تو بابل، کوروش که برگرد، اینا برنگشت، دیوانه این بریم اونجا، اینجا امپراتوری نه، اینجا آمریکا اروپا هست الان، درسته؟ ته تکنولوژی دنیا بوده اون موقع، اند تکنولوژی بوده، همینجا میمونیم آقا، کجا بریم؟ هیچ کشور از این بهتر، هیچ کی دروغ نمیگه، هیچ کی ربا نمیگیره، هیچ کی از زنا نمیکنه، اینجا اصلا هر کار دلت بخواد میتونی بکنی. بگذاریم، به یهودیانی که دین خودشون رو مخفی بکنن و نفوذ بکنن بهشون میگن مارانوس. مارانوس استر و مردخای هر دو مارانوس بودن. هامان وزیر لایق ایرانی ماجرا رو فهمید، دید بابا این زن شاه، زن جدید شاه، یه روز در میاد پیش این مردخای، اول فکرت خائنه، بعد پیگیری کردی نه بابا اینا میرن با هم صحبت میکنن، جریان چی اومد پیگیری کردی، بله بابا مردخای یهودی بوده، اینم یهودیه فلان، بعد اومد به پادشاه گفت از موقعی که اینا وارد امپراتوری ما شدن فاتحه امپراتوری رو خوندن، دروغ میگن، دزدی میکنن، فلان میکنن، به همون میکنن. آقا خشایارشا راضی کرد کنار اخراج کنه، خشایارشا راضی کرد اخراج کنه. حالا خشایارشا ساده میاد به کی میگه؟ استر. استرم به عموش میگه، بنابر این میشه که اون اتفاق بزرگ بیفته در ایران. چه اتفاقی؟ راست و دروغش کار ندارم، کتاب خودتون نوشته. شب 12 فروردین به شاه مشروب میدن، حکم اعدام هامان و تمامی دار و دسته و اطرافیانش رو میگیرن، روز 13 فروردین این حکم اجرا میشه، 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. خودشو گفتن من عرضم اینه دوست عزیز من، تو دانشجوی منطقی صحبت بکن،
علکی داد و بیداد نکن. من طب پژوهشی سند مدرک خیالم راحت میگم یا کشتید یا نکشتید تو کتابتون نوشته، درسته؟ اگه نکشتید که تو کتابتون نوشتید کشتید که همه کتابتون دروغه. پس ببینین من یه مثال نقص بده کردم دیگه، درسته؟ اگرم کشتید که بیجا کردید باید جوابشو بدید. چجوری الان یه هولوکاست علم کردیم واسه خودتون؟ بابای دنیا رو بردی جلو چششون؟ ریشی نمیتونه جلوی شما حرف بزنه؟ 77,000 ایرانی خودشون میگن 15 قوم ایران رو نابود کردیم. 77,000 ایران اون زمان، الان تو همدان مقبره دارن دوتاشون کنار هم دیگه. بعد از بیت المقدس، مقدس‌ترین محل برای یهودیان، قبر مردخای استره. میگن بیشترین خدمت رو به ما اینا کرد. برای این عزیزم سیزده به در خونت میری بیرون در میری، دلیلش اینه میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. سیزده به در روز دایره تنبک نیست، هست میخواد بزنی بزن، برقص خود داری. اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه کنی، رجوع بکنی به وطنت.